آرفیا ایری اولین قانونگذار ژاپنی با اصالت اویغوری از دولت ژاپن خواست تا موضع سخگیرانی تری در قبال نقض حقوق بشر در سینکیانگ اتخاذ کند همکارم در گزارش پیش رو به این موضوع پرداخته که با هم میبینیم ژاپن تا کنون روی کردی محتاطانه در قبال موضوع سینکیانگ اتخاذ کرده و تلاش کرده است تا ضمن ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر روابط اقتصادی خود با چین را حفظ کند. در سال 2021 ژاپن به همراه کشورهای گروه هفت G7 نگرانیهایی درباره وضعیت سینکیانگ ابراز کرد اما همچنان از تحریم مستقیم چین اجتناب کرد با این حال برخی دیگر از فعالان حقوق بشر معتقدند که این رویکرد کافی نیست و ژاپن باید اقدامات عملی تری برای حمایت از اویغورها انجام دهد. آرفیا ایری، نخستین نماینده با تبار اویغوری در پارلمان ژاپن از دولت توکیو درخواست کرده است تا موضع قاطعتری علیه نقض حقوق بشر در چین اتخاذ کند. وی در یک سخنرانی به لزوم افزایش فشارهای بین بر چین به ویژه در ارتباط با سرکوب اقلیت اویغور در منطقه سینکیانگ اشاره کرد. آرفیا ایری همچنین تاکید کرد که ژاپن باید در برابر قدرت نمایی نظامی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام تدابیر دفاعی خود را تقویت کند وی که در ژاپن از والدینی ایغوری و ازبک به دنیا آمده و در سال 2023 به عضویت پارلمان ژاپن انتخاب شد سابقه تحصیل در چین و ایالات متحده و همچنین همکاری با بانک مرکزی ژاپن و سازمان ملل متحد را دارد این نماینده پارلمان ژاپن در این سخنرانی از موضع احتیاط آمیز ژاپن در قبال مسائل حقوق بشری چین انتقاد کرد و خواستار تغییر روی کرد دولت ژاپن شد. مسئله اویغورها در سینکیانگ به موضوعی بحث در روابط بین الملل تبدیل شده است. گزارش های متعددی از نقض حقوق بشر بازداشت اویغورها در اردوگاه های موسوم به بازآموزی و اعمال کار اجباری توسط دولت چین منتشر شده است. دولت پکن این اقدامات را به عنوان اقدامی برای مقابله با افرادگرایی توجیه می کند. اما منتقدان آن را سرکوب گسترده فرهنگی و دینی و نسکشی اویغورها می دانند.